حالا در مورد رایانش کوانتوم یا کوانتوم کمپیوتینگ و رابطه اون با بیت کوین، آیا این نگران شبا میشه که یهو از خواب بیدار شی یا ببینی که عرق روی صورتت نشسته و به این روزی فکر بکنی، یا کابوس ببینی که یه روز رایانش کوانتومی اومده و کل بیت کوین رو نابود کرده؟ ببین جالبیش میدید چه ماما، من هر دفعه این آرگومنت رو راجع به بیت کوین میشنوم به خودم میگم ببین این نوع پول انقدر پرفکته، انقدر نوع پول خوبیه که مردم باید بیان بگن آقا اگه دنیا به هم بریزه میخوای چی کار کنی، اگه روز قیامت بشه اون موقع میخوای چی کار بکنی، آقا اگه کوانتوم بیاد ما بیت کوین رو فراموش کن، کل سیستم دنیا به هم میریزه. و وقتی که کوانتوم بیاد خب مردم استفاده میکنن ازش، استفاده خوبی ازش میکنن. شما تصور کن کل دنیا الان داره روی کریپتوگرافی کار میکنه، کل اینترنت داره روی کریپتوگرافی کار میکنه، همین فکر کنم فقط بیت کوین داره روی کریپتوگرافی کار میکنه. آقا کریپتوگرافی از 1960 70 وجود داره، یه تکنولوژی میلیتریه که وجود داره، که این آرگومنت مسخره، ببخشید میگم مسخره چون واقعا مسخره است، کوانتوم اینه که خب اگه کوانتوم بیاد بتونه اینو بشکونه چی؟ آقا اگه اون روز بیاد شما به فکر، نه به فکر بیت کوینی، نه به فکر چیزی حساب بانکیتی یا بانکتی، اون موقع فقط به فکر اینی که آقا چجوری من خودم رو نجات بدم، آب کجاست، غذا کجاست، این کجاست، اون کجاست، همین. چون اگه خدای نکرده یه روزی یه الینی از کره خارج از کره زمین وارد اینجا بشه با یه تکنولوژی جدیدی مثل کوانتوم، تمام سیستم برق و اینترنت و بانک ها و همه چی به هم میتونه بریزه، چون اینا میتونن یهو کل سیستم اینترنت رو بشکنن و میتونن کل، ببین بیت کوین الان 1% دنیا هم نیست. یعنی اگه قدرت کوانتوم امروز بیاد یهو، فکر میکنی کسی میاد 1% دنیا رو فقط بخواد اتک بکنه؟ اینا میان 99% مردم رو دزدی میکنن با این تکنولوژی اگه بخوان این کارو بکنن. جواب سوالتو بذار اینجوری بدم، من اصلا نگران این موضوع نیستم، به نظر من یه چیز خندداریه به خاطر اینکه نشون میده که بیت کوین ببین چقدر چه نوع تکنولوژی پرفکتیه که تنها چیزایی که آدم میتونه بیاره وسط که بتونه یه قانه یه آرگومنتی بیاره که بیت کوین بتونه چیز بشه، خراب بشه، یه آرگومنتی باید باشه که تقریبا میشه گفت دنیا اگه به هم بخوره چه اون موقع چی. میدونی من اصلا نگران این موضوع نیستم. نه من فکر کنم برعکس، دقیقا من فکر کنم اگه کوانتوم بخواد به وجود بیاد، خب این که یهو به وجود نمیاد، در طول مدت به وجود میاد و شبکه بیت کوین اینو امپلمنت میکنه و استفاده میکنه. It's good for Bitcoin. It's not bad for Bitcoin. It's good. خوبه واسه بیت کوین. تصور خودم هم بیشتر همینه که قرار نیست هر پیشرفت تکنولوژی یهویی اونم توی یه چیز دولتی و نهاد دولتی اینا چیز بن. اتفاقا به نظر من حالا در مورد مثلا ساتوشی هم که صحبت میشه، میگن که احتمالاً بیت کوین رو، بیت کوین مثلا ساتوشی دولته، یکی از دولت‌ها مثلا روسیه، پوتین احتمالاً پشتش. به نظرم ما آدم‌ها خیلی اومدیم دولت‌ها رو جدی گرفتیم، مثلا دولتی رو که ما وقتی می‌بینیم بزرگترین ابرقدرت دنیا میره 20 سال یه جنگ می‌کنه، بعدش هم تحویل همون آدمایی میده که می‌خواسته کشور ازشون بگیره، بعد بتونیم که همچین دولت ها هم چیزای جالب و چیزای جدی نیستن که ما بخوایم نگرانشون باشیم. این تکنولوژی وقتی که بیاد توی بازار به وجود میاد، تدریجی به وجود میاد. الان من یه لپتاپ قدیمی روش نود دارم، این مکی که اینجا دارم میشه لپتاپ قدیمی من بعدن که بخوام روش نود نصب بکنم. همینجور اون چیزی که میتونم
استطاعت مالیشو دارم که بخرم و نود روش نصب کنم، یه چیز خیلی قوی تر از قبله و هی شبکه‌ای که داره از بیت کوین محافظت میکنه قوی تر و قوی تر میشه.